أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار الهداية المستقوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالمحبة الفاطمية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل حبيبك وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. بریم در خانه خدا، امشب شب قدر است. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. در توبه سه چیز مهم است: یک اعتراف. انسانی که گناه کرده اول باید اعتراف کنه. ببینید حضرت آدم و حضرت حوا سلام الله علیهما وقتی که از اون درخت ممنوع خوردن، سوره مبارکه اعراف آیه 23 می فرماید قالا ربنا ظلمنا انفسنا. خدایا ما به خود ظلم کردیم. قالا اردو گفتند، این درختی که خدا گفته بود نرین جلو، رفتند و خوردن. ربنا ظلمنا انفسنا. اول اگر گناه کردی اقرار به گناه بکن، نپیش مردم، نپیش احمد و محمود، برو در خانه خدا بگو خدایا من گناه کردم، خدایا من فلان کار رو انجام دادم. بعد حضرت آدم میگه و حضرت حوا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی خدا اگر تو به ما رحم نکنی و ما را نیامرزی، ما جمله خاسرین هستیم. خواهران عزیز، برادران بزرگوار، شب قدر آمدیم در مسجد پیغمبر، چی میگیم؟ اقرار به گناه کنیم. ربنا ظلمنا انفسنا. خدایا ما به خود ظلم کردیم. یک، پس اول اگر گناه کردیم اقرار به گناه. دوم چه کار بکنیم؟ تغییر بکنیم. آقا تا الان روز 18 رمضان این چشم ما به نامحرم عادت کرده، چشم چرانی میکنیم. امشب بیایم در خانه خدا، خدایا ظلم کردم بر خودم، اعتراف کنیم. بعد چه کار کنیم؟ تغییر پیدا کنیم. بگیم خدایا دیگه این چشم را مواظبت میکنم. این دوتا. سوم جبرانش بکنیم. خدایا با این چشمی که به نامحرم نگاه کردم، شب قدر اعتراف کردم، تغییر میکنم و از اون طرف جبران میکنم و
با این چشمی که به نامحرم نگاه کردیم قرآن بخوانیم، با این چشمی که به نامحرم نگاه کردیم آیات قرآن رو نگاه کنیم تا بشه جبران قضیه. یک مقدمه که معذرتون عرض کردم. ببینید عزیزان، خواهران، برادران، اگر شما به یک جاده اشتباهی رفتید، حالا شاید مسیران من درست بلد نباشم اشتباه میگم، اگر شما قصد دارید برید فرانکفورت ولی اتوبان برلین رو گرفتید، اشتباهی رفتید به سمت برلین، اشتباه است دیگه. حالا این اشتباه چرا اشتباه میکنیم؟ چرا من که میخواستم برم فرانکفورت رفتم سمت اتوبان برلین؟ سه تا حالت دارد: یک جهالت، ناویگون و خرابه، رارم بلد نیستم، به جای برم اتوبان فرانکفورت رفتم اتوبان برلین. یک دوم غفلت، گرم و صحبت با رفیق شدی، تلفن داری صحبت میکنی با هم، بغل دستی داری صحبت میکنی، غافل شدی، یک وقت میبینی آقا شما از اتوبان برلین سر آوردی در آوردی، مگه میخواستم برم فرانکفورت میشه غفلت. سوم لجاجت، با یک راننده بغل دستی لج کردی، راهی نداره دنبالش بری که جلوش بگیری، لجبازی میکنه. دیدی بعضی جوانان ها با راننده ها لجبازی میکنه، لجبازی کردی، یک وقت متوجه میشی که آقا شما راه را کنم اشتباه رفتی. پس چی این اشتباهی راه ما؟ روی جل باشه نفهمید، یا غفلت باشه به قصه بنبانیم، یا این لجبازی باشه. انسان عاقل چیکار میکنه؟ انسان عاقل اولین اوصاف را برمیگرده. چی میگه؟ میگه تو اینجا که اشتباه کردم خیلی خوب، این بریدگی اوصاف را برمیگردم میرم به سمت اتوبان فرانکفورت. این انسانی که میگه انسان عاقل، اگر عقل داشتیم کار را انجام میدیم. حالا به هر دلیل من و شما گناه کردیم، شب قدر است، خدایا من گناه کردم، حالا این گناه یا از روی جهالت بوده نمیفهمیدم گناه انجام دادم، یا غفلت کردم رفیق بعد من رو برد در فلان گناه، یا لجبازی کردم، دیدی بعد لج میکنم، خدایا دعای مستجاب نشده من دیگه نماز نمیخونم، خدایا فلان چیز خواستم نشد دیگه من نماز نمیخونم، میشه لجبازی. حالا این گناهی که من کردم چه جاهل بودم یا غافل بودم، میگه لجبازی کردم. بازم این اتوبان یک دور برگردان و یک اوسفارتی داره. میدانید عزیزان بهترین اوسفارت برگشت از اتوبان گناه لیلة القدر است. شب قدر برگردیم از این اتوبانی که اشتباهی داریم میدیم، این اتوبانی که ما را به گمراهی و فساد و تباهی میبره، اولین اوصار انسان عاقل برمیگرده بیایه به سمت راه مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، که کار رو باید انجام بدیم. به یک مطلب یک تذکرم عرض میکنم عزیزان، خواهران، برادران، این دور برگردان همیشه نیست. شما اشتباهی رفتی اتوبان برلین، اما تا یک زمانی میتونی برگردی. یک وقت میگه آقا دیگه بنزین تمام کرد، اصلا ماشین دیگه راه نمیره تا شما به دور برگردان برسی و برگردی. در قضیه من و شما مگه اینطوری است؟ یک مرتبه میخوایی برگردی میبینی آقا این بنزین بدنتان تمام شد دیگه، مرگ رسید و راه برگشت وجود ندارد. ببینید سوره مبارکه مؤمنون آیه 99 میگه حتی اذا جاءم احدهم الموت، زمانی که مرگ ما فرا برسه چی میگیم؟ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. آقا ملک الموت رو دیدم میخواید دیگه برگرده، دور برگردان پیدا کرده، ملک الموت خدای من برمیگرده. خدا میگه تمام شد دیگه، بنزین نداری که برگردی، دیگه این وجود شما تمام شد، باید بری به سمت صحرای آخرت. پس تا زمانی که
وقت داریم، تا زمان فرصت داریم، تا زمانی که بدن ما سالمه برگردیم از اتوبان گمراهی و گناه، بیم به صراط مستقیم رای خدا و پیغمبر. آقا امشب شب 19 احتمالش از امشب آقا من شما برگردیم اتوبان برگشت داریم، اوزوار گیر ما منه برگردیم. آقا چی معلوم شب 21 زنده باشیم یا نباشیم؟ به شب 21 نندازید، به شب 23 نندازید. معلوم نیست، خیلی از جوانا زودتر از من و شما از دنیا رفتن ولی برگشت هم دیگه ندارن. خدا میگه میشه برگردن؟ بنده میگه وقتی من، خدا چی میگه؟ کلا، تمام شد. نه، میخواستی برگردی تا زمانی که ماشین بنزین داشت برمیگشتی. الان که دیگه تمام کرده ماشین راه نمیخوایی برگردی. آقا ببینید، حر ابن یزید ریاحی یک مرتبه کربلا دید اشتباه میکنه، اولین آثار رو برگشت، آمد محضر ابی عبدالله، آزاده شد. از اون طرف نگاه کنید، جادوگران فرعون، آقا دیدن رایشون اشتباه، رای فرعون اشتباه، اولین اتوبان رو برگشتن آمدن به سمت موسی علیه السلام. فرعون گفت دست و پای شما را قطع بکن، قطع بکن، ما برگشتیم، اتوبان هدایت را پیدا کردیم، رای هدایت را پیدا کردیم، ما از گمراهی تمام شدیم. حکمت 377 نهج البلاغه، شبها شبهای مال امیر المؤمنینه. حکمت 377 نهج البلاغه، خوب گوش بدیم و من خیلی حکمتش قشنگه. آقا امیر المؤمنین می فرماید لا تأمنن على خیر هذه الامه عذاب الله. مردم فکر نکنید فلانی متدینه تا روز قیامت متدین میمانه، تا لحظه مرگ متدین میمانه. آقا امیر المؤمنین میفرماید فکر نکنید لا تأمنن على خیر، اگر کسی خیر بود، آدم خوب بود، نبوید تا آخر خیر میماند. و از اون طرفش و لا تیأسن لشر هذه الامه من روح الله. آقا یک نفر بده، گناهکاره، نگوییم گناهکار میمیره. امیرالمومنین میگه چی معلوم این گناهکار با تقوا میمیره و با تقوا گناهکار میمیره. مواظب باشید، خیلی دقت بکنید. آقا شما فکر میکردید بر 30 عابد مستجاب الدعوه مرتد از دنیا بره؟ اگر من شما بودیم، کربلا حر ابن یزید ریاحی اون لحظه که جلل راه امام حسین را گرفت و راه را بروی ابی عبدالله بست، اگر من شما میدیدیم میگیدیم خوردی خسرت دنیا و آخرت. امیر المؤمنین قضاوت نکنید، نگوید تمام خوبان عالم خوب میمیرن و تمام بدان عالم بد میمیرن. نه، چی معلوم؟ خیلی خوبا بودن بد مردن و خیلی بدا بودن که خوب مردن. گفتم منم اهل خطا، گفتی که بخشیدم، بیا درد دل کنیم با خدای تبارک و تعالی. خیلی اشعارش قشنگ، یک صلوات نهر بفرمایید. گفتم منم اهل خطا، گفتی که بخشیدم، بیا گفتم شکستم توبه ها، گفتی که بخشیدم، بیا گفتم شکسته بالم، گفتم شکسته بال من، پیش نگاهت لال من، الکم شدم وقت دعا، گفتی که بخشیدم، بیا گفتم که ای ستار من، گفتم که ای ستار من، ای حضرت غفار من، من بر خودم کردم جفا، گفتی که بخشیدم، بیا این شب شبش آه. گفتم که احوالم بد است، از بس گناهم بی حد است، بخشیده ای این بنده را، گفتی که بخشیدم، بیا. گفتم که نفسم سرکش است، نفس خیلی سرکش است. من گفتم که نفسم سرکش است، جایم درون آتش است، اغفر لنا اغفر لنا، گفتی که بخشیدم، بیا.
این روایت از پیغمبر بخواین خیلی روایتش جالب، این روایت دقت کنید، شب قدر است عزیزان، خواهران برادران، شب استغفار، شب توبه است. روایت مال پیغمبر بزرگوار اسلام خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله. حضرت میفرماید چهار چیز است در گناه که از خود گناه بدتره. میشنوید؟ چهار چیز در گناه از خود گناه بدتره. ببینیم مثال بزنم. آقا یکی زشت داریم، یکی زشتر، یکی بد داریم، یکی بدتر. بر سیسای عابد جنایت کرد، کار زشت انجام داد، دختر پادشاه رو به قتل رساند. کار زشت، کارش بده. بدترش کرد بعد از اینکه تجاوز کرد، دختر پادشاه رو به قتل، اول تجاوز کرد بعد به قتل رساند، بعد آقا دفنش کرد، بعد سجده بر شیطان کرد. پیغمبر میگه از خود گناه کرده، این چیزای بدتر را از خواهم کرد. آقا در کربلا امام حسین را به شهادت رسانده، کار بدی بود، اما بدترش چی بود؟ اسب بر بدنهای مبارکشان دواندند. بدترش چی بود؟ زن و بچه را به اسارت بردند. بدترش چی بود؟ خیمه ها را آتش زدند. بدترش چی بود؟ گوشواره از گوش بردند. پس ببینید که بد داره، یکی بدتر، یکی گناه زشت داره، یکی زشتر. پیغمبر می فرماید چهار چیز در گناه از خود گناه بدتره. جوانان، خواهران، برادران، من نمیگم ما گناه نمی کنیم، گناه کردیم همه ایمان شما، ولی این چهار تا رو پیغمبر میگه خیلی بدتره. گناه کردی جوان، دور برگردان، برگرد اوصفار را، برگرد شب قدر، برگردیم. اما از خود گناه که اینا بدتره. یک الاستحقار، کوچک شمردن. شما زدی سنگ برداشتی شیشه ماشین را شکستی، آن نفر آمده عصبانی شده، شما اگر عذرخواهی بکنی دیگه میبخشه. شما بر علاقی که عذرخواهی نمیتون میگه آقا جان شیشه بود، سنده که نشکستم تاوانش میدم. این طرف بدتر عصبانی میشه، درسته؟ من و شما آقا به خدا بی‌اعتنایی کردیم، گناه کردیم، بدتر چیز خدا این گناه چیزی نبود، مردم بدتر از این رو انجام میدن. این استحقار کوچک شمردن گناه. پس عذرخواهی بکنیم، خدای ما رو ببخش. دوم ول افتخار. بعضی ها گناه میکنن، به گناه خود افتخار هم میکنن. دیدی آقا خیلی از جوان ها با افتخار با شد دومت قصه میکنه، من با فلان دختر رفتم، من فلان جا شراب کردم. افتخارش بدتر از خود گناه است. پیغمبر میفرماید گناه بده، افتخار به گناه بدتر است. فخر فروشی، آقا دیدی بعضی جوان ها به گناه خود فخر میکنن، افتخار میکنن. عمر سعد اولین کسی بود که تیر به سوی خیمگاه ابی عبدالله پرتاب کرد. بعد کار بد بود انجام داد، بدترش چی شد؟ بدتر این شد، عمر سعد افتخار میکرد، میگفت مردم نگاه کنید اولین کسی که تیر را به سوی ابی عبدالله پرتاب کرد من بودم. این افتخار خیلی کاری بدیست. خولی سر ابی عبدالله را برداشت، آورد به مجلس ابن زیاد، جنایت کرده، سر امام معصوم را بریدن، مهمان دعوت کردن، مهمان کشی کردن، اما افتخار را میکنن. چی میگه؟ ببینید خیلی عجیبه. خولی میگه املا رکابی فضت و ذهبا. ابن زیاد باید تا زانو برای من طلا و نقره بریزی. چرا؟ چیکار کردی؟ اینی قتلت الملک المحجبا، من بهترین خلق عالم رو کشتم. افتخار میکنه، ابی عبدالله رو به شهادت رسونه، به اینم افتخار میکنه. قتلت خیر الناس امن و ابا، یک کسی رو کشتم که از نگاه پدر و مادر بالاترین پدر و مادر رو داشتم. خود گناهش یک طرف، پیغمبر میگه افتخار به گناه بدتره. جوان عزیز، من نمیگم ما گناه نکردیم، گناه کردیم، خدایا
بر میگردی ولی گناه را کوچک نشماری، ولی به این گناه افتخار نکنی. این داستان عرض بکنم، یک سلامتی در بفرمایید. هادی عباسی از خلفای بنی عباس بود، چهار ماه بیشتر حکومت نکرد. این هادی عباسی خیلی آدم عیاشی بود، زن باره بود، شکار میده، خیلی آدم عیاش، شراب، خیلی آدم عجیب بود. این هادی عباسی رفت شکار، در شکار وقت رفت هرچی تیر میزد این با یه آهوها نمیخورد، هرچی میکرد نمیشد. خب میشه سربازا خجالت کشید. داخل پرادیس عرض میکنم، یک وقتی هارون الرشید هم رفت شکار، تیر را گرفت، پرتاب به سمت آهو، با آهو نخورد، آهو فرار کرد. بهلول اینجا بود، صدا کرد احسنت. هارون بود، داری مسخره میکنی مرا؟ من تیر نخورد چرا احسنت میگفت؟ نه، به تو احسنت نگفتم، به آهو احسنت گفتم که فرار کرد. این آقای عیاش عادی عباسی شراب رفت و شکار، شکار نکرد. یک مرتبه از بود یک سیاهی دید، گفت اینه میزنم. گفتن پادشاه نزنید، انسانه. گفت من میزنم، هدف خوبیست. آقا تیر را کشید و زد این بنده خدا را از دار دنیا مستقیم به قلبش خود و مرد. آمد جلوتر، زن و بچه داشتی بنده خدا، زنش گریه کرد و ناراحتی. بعد چی گفت اینجا؟ عادی عباسی بر علاوه که گناه کرد افتخار به این گناه کرد، گفت خوب هدفی زدم، افتخار به گناه خود کرد. همسر این آقا نفرین کرد، خدا اگر جای عقل نشستی این عادی عباسی را خودت قصاصش بزن. من یک هفته توی این یک دومنی زیر شکمش بر آمده و از دار دنیا رفت و جهنم. پس این سه تا. و چهارمین مطلب ول استبشار، گناه بد است، خوشحالی بر گناه بدتر. دیدید؟ بعضا گناه میکنه خوشحاله، کلاه طرف رو برداشته خیلی با خوشحالی میگه عجب کلاهی که برداشتم، عجب بازیش دادم، عجب بازیش دادم. این استبشار یعنی خوشحالی کردن به گناه. پس خلاصه این بحث ما شد، جوانان، خواهران، برادران، همیشه که راه برگشتی هست. اگر اوتوان رو اشتباه رفتی، انسان عاقل اولین اوصار باید چی کنه؟ برگرده. بهترین اتوبان و بهترین اوصفار در شب اینجا کجاست؟ در گناه امین شب قدر است. شب قدر برگرده. ببین خدایا توبه کردیم، بعد روایت از پیغمبر نقل کردیم، فرمود که گناه بد است و چارج بدترش میکنه. یک، گناه رو کوچک بشماریم. دوم اینکه استحقار بکنیم. دوم افتخار بکنیم. سوم استبشار، خوشحال بشیم. و چهارم اصرار، اصرار بر گناه. آقا چشم چرانی کرده، باید اصرار بر چشم چرانی. دروغ میگه، باید اصرار بر دروغ. این اصرارش پیغمبر میفرماید که بدترش میکنه. خب عذرخواهی میکنیم بابت اینکه مقدار خواهران و برادران اذیت شدید که ما پیشبینی نکرده بودیم که این جمعیت ماشاءالله امشب بیاید. انشاءالله بر شب 21 و شب 23 انشاءالله در این طبقه بالا همه چیز انشاءالله آماده میشن، پروژکتور و هم برنامه بلندگاه انشاءالله همینجا انشاءالله خدمتتان خواهیم بود. بازم عذرخواهی میکنم از طرف دوستان ما، از طرف اعتمالا که خب بازم الحمدلله عزیزان ما که دستن در کار بودن خیلی سریع انجام دادن، الحمدلله بانده را آوردن بالا، کامره الحمدلله مشخص کردن، معین کردن. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی در این ایام به همه ما توفیق دانستن شب قدر را انشاءالله عنایت بفرماید. خب من انشاءالله آماده میشم آیسا آیسا برم سمت اعمال قرآن. انشاءالله آیه قاری محمدی عزیز رو انشاءالله کمک میکنن، انشاءالله اعمال رو انجام میدون. من اول چند جمله ذکر مصیبت خیلی مختصر بخونم و انشاءالله قرآن رو که تقسیم کردن یا تقسیم میکنی انشاءالله که آیسا آیسا آماده بشه. السلام علیکه یا مولای، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، إنا توجهنا واستجفانا وتوسلنا بك إلى الله،
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها شب قدر و شب ضربت خوردن امیرالمومنین این صدا مالی جمعیت نیست، همه صدا بوده، هر کی با امیرالمومنین شب کار داره میخواد از اتوبان گناه برگرده و امیرالمومنین دستش بگیره، صدا بدن آقا را کمک بخوادش. یا وجیها عند شکر خدا که نام علی بر زبان ماست. جای شکرانه داره دیگه نه؟ شکر خدا که نام علی بر زبان ماست. ما شیعیم و عشق علی ام از آن ماست، از یا علی زبان و دهان که شود خسته. آقا از این یا علی ما خسته نمیشیم، از بچگی گفتیم یا علی تا شب اول قبر میگیم یا علی. از یا علی زبان و دهان خسته که شود، اصلا زبان برای همین در دهان ماست. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه آی مردم، بعد شهادت زهرا هرگاه به کوچه های مدینه را می رفتم، خار در چشم و استخوان در گلو داشتم. چرا؟ چون امیرالمومنین می دید اونایی که در خانه زهرا را لگد زدن دارن راست راست راه می رن. خیلی امیرالمومنین دلش گرفت، الا ای چایا در دل کنه با کی در دل میکنه؟ با چا؟ الا ای چا یارم را گرفتن، گلم باغ و بهارم را گرفتن. بگم یا نه؟ میان کوچه ها با ضرب سیلی همه دار و ندارم را گرفتن. امشب امیرالمومنین خانه دختر جان ام کلثوم مهمانه، آخ بمیرم امیرالمومنین. ام کلثوم میگه تا صبح بابایم نخوابید، ای بیرون میرم با آسمان نگاه میکرد، میگو انا لله و انا الیه راجعون. ای میگو امشب امشبه، امشب امشبه. من گفتم بابا چه خبره؟ فرمود پیغمبر به من خبر داد علی جان در یکی از شبهای رمضان این محاسنت به خونه سرت آغشته میشه. رد وارد مسجد شد یا هوا عبدالله حسین آقا امام مجتبا وارد مسجد شد، یک مرتبه ابن ملجم چنان شمشیر و فرخ آقا زد، صدای علی بلند شد خود تو و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم.
علی را آمدن، امام مجتبی آمده، ابی عبدالله آمده، هم کار کردن زیر بدن علی را بگیرن بلندش کنن، دیدن علی طاقت نداره، یک بوریای آوردن علی را سوار بر این بوریا کردن، چند نفر به طرف خانه، وقتی نزدیک خانه رسید دیدن امادش من گفته میره، وقتی نزدیک خانه رسید صدا داده حسن جان، حسن جان، عباسم بگذارید پایین بیاید، صدا زدن بابا شما که حال نداری، گفتن مگر صدای ناله خواهرتون زینب را نمیشنوید، میگم اینجا خدا بابایم دوباره به پای خود به خانه بیاید، یا ابا عبدالله بذارید دلها را ببرم کربلا، علی جان تو این قدر هوای زینب را داشتی کجا بودی کربلا؟ میگم کربلا چی شد؟ کربلا، ای کربلا، ای کربلا، زینب رفت کناره یک بدنی این این شکسته ها را کنار زد، یک بدن را بیرون آورد روی دست گرفت، صدا زد انت اخی انت ابن ولدی، آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو پسر علی و زهرایی؟ آخ ببینم وقتی که ضربت به فرق امیر المؤمنین خود، امیر المؤمنین فزت و رب بالکعبه تمام شد، فلما احس الامام به ضرب لم یتوه و صبر و احتسب، وقتی شمشیر به فرق آقا خورد آقا صبر کرد، دیگه نگران خانواده نبود، آی مردم زمانی که میخواستن سر حسین را بدن جدا کنه، حسین نیمه نگاهی به طرف خیمه ها، این بدن و بچه چی میشه، نگران زن و بچه بودن، تو دیر و طرفن خفیفا الا رحله، یعنی چی؟ یعنی از بوشه چند به این خانواده نگاه میکرد، یا با عبدالله یا رسول الله شما وقتی فرمودی این سر علی شکافته میشه محاسنش پر از خون میشه، خیلی پیغمبر گریه کرده، اولین گریه کنه امیر المومن پیغمبر، خیلی پیغمبر گریه کرد، اما یا رسول الله مثل فردا فقط خون سر علی به محاسنش آغاشته شد، اما کربلا محاسن حسین و ریش حسین با خون خودش، با خون علی اکبر، با خون علی اصغر، با خون جون و اول فرد، یا با عبدالله ببینم هر که دارد حوث کرم و بلا، بسم الله، انشالله آماده میشیم بر اعمال قرآن، بریم در خانه خدا مناجات کنیم، یا ابا عبدالله، امشب حسین را شفیع ببریم، این سر به زبان رو ابی عبدالله میاره دیگه، امشب حسین را شفیع ببریم، امیر المومنین خودش وقتی نام حسین را ببشه بیشتر لذت ببره، یا ابا عبدالله امشب شفیع ما میشون، یا سیدی به بنده رسوا امان بدی خدایا، یا سیدی به بنده رسوا امان بدی، بر این گدای بی کس و تنها امان بدی، پیش تو آبرو که نمانده برای من، امشب بیا به خاطر زهرا امان بدی، ان شاء الله آماده بشیم بر اعمال قرآن، اما طوری که همه ایتان رو به قبله نشستید ان شاء الله چند تا ذکر بگیم بعد ان شاء الله آماده بشیم سراغ اعمال قرآن، یا ستار العیوب، یا ستار یا غافر الذنوب، یا غافر، یا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن همان صلواتك في استغفار کردی الهی علف گفتی خدا را صدا زدی دعای سلامتی امام زمانم خواندی انشاءالله امام زمان امشب در حق ما دعا کنی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسمائك
الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار. هر حاجت داری با خدا خودتان در دل کنید. من دیگه حرف نمیزنم، چند جمله. هر کس هر حاجت داره از خدا بخواید. الان در رأس تمام حاجات فرج امام زمان ان شاء الله باشه. ان شاء الله که حاجات همه برآورده قرآن را همه به سر بگیری. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. هر جا عجب داری خدا را صدا بزن ده مرتبه بکه یا الله بکه یا رحمت للعالمین را صدا بزنی به محمد به محمد به محمد به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شب زربت قرآن امیر المؤمنین را امشب علی را بگیریم در خانه خدا. وقتی میگیم به علی یعنی به حق علی کعبه طالب ده مرتبه صدا بزن به علی به علی به علی به علی به علی به علی فاطمه زهرا خواهرا امشب بودید ناظرین فاطمه را پیش خدا ببریم شفیع خودمون. ده مرتبه به فاطمه 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 سلام الله علیها. امام حسن مجتبی کریم اهل بیت در خانه خدا کریم اهل بیت را شفیع ببریم. ده مرتبه بالحسن 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 بالحسن
عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا Yeah.
فجر يا امير المؤمنين مگه فرمودی هر کسی بمیرد فمن یموت یرمی هر کی بمیره اگه مؤمن باشد اگه کافر باشد هر چی باشه لحظه یا آخر من علی رو میبینم قسم به لحظه دامه فمن یموت یرمی که ایستاده بمیرم به احترام علی جانا لحظه آخر امیر المؤمنین بیاد به فریاد من و شما برزن به حق اون شب نوزدهم ماه مبارک رمضان که منزل دخترش ام کلثوم مهمان بود میفرماد تا خود صبح بابام علی هی بلند میشد هی میرفت وعده ی رسول الله نزدیک شده دیگه وقتش رسیده امیر المؤمنین بعد 30 سال به وصال فاطمه زهرا برسه امیر المؤمنین وارد کوچه شد آرام آرام قدم بر می‌داشت آمد بالای مأذنه مسجد کوفه اذان خواند یه نگاهی به سپیده سحر کرد صدا زد ای افق شهر کوفه نشد که تو صبحی طلوع بکنی چشم علی در خواب باشد همیشه علی از به زودتر بیدار میشد شبا شبای آخر یک علی رو میبینی یا امیر المؤمنین آمد وارد مسجد شد ابن ملجم ملعون رو دید با صورت خوابیده صدا زدای ملعون میدونم چه قصدی در سر داری مولا آرام آرام وارد مأذن شد قدم رو پله های مأذن کوفه گذاشت صدای با زمینش بلند شد بی بی زینب در خانه ام کلثوم نشسته بود یه مرتبه دیدن صدای اذان بابا از مسجد بلند شد اما اینجا میگن بیبی یه تعبیر خیلی جالبی هست میگن بیبی در دل صدا زد بابا جان امشب عجب غمی در صدای خودت داری بابا جان بابا جان بابا جان میدونی یاد کنم شب افتادن یاد اون شبی که کنار بستر مادر مال زهرا قرآن خواندی ما بچه ها رفتیم بیرون صدای قرآن خواندن قیامت بابا جان بابا ازار مولا تمام شد آمد وارد محراب شد نماز رو شروع کرد همچین که سر از سجده برداشت یه مرتبه ابن ملجم ملعون شمشیر رو پایین آمد سر مولا شکافته شد
هاتفی صدا زد والله تقدمت والله الکال رو قتل الوسی المصطفى علی را کنده این ندا در گوش دختر زینب مار شب نوزدم دست خالی نریم بسم الله یه ندایت بیبی زینب روز آشورا در کربلا شدید یا صاحب الزمان اون جایی که عاطفی از آسمان صدا زد یا اهل العالم قتل الحسین و به کربلا حسین زهرا رو بالا به تشنه کشته اگر کشته چرا آبد نداده اگر کشته چرا رازم در بنای آمد ندادم اگر کشتن چرا خاکت نکردم کفن بر جسم سنچان صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا باهمي آل خشن باهمي أشقان جشمت خدا رو قسم بده خدايا بدد هاي دل خوار زينب كبرى سلام الله عليها فرج امام زمان ما برسا ده مرتب خدا را به آبروی مولا ابی عبدالله حسین قسم بدهیم الهی بالحسین 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 بالحسين بالحسين ده مرتبة نابروی آقا امام سجاد علیه السلام شفای همه مریضان مد نظر مریضان مد نظر ملتمسین دعا الهی بعلی ابن الحسین علي ابن الحسين علي ابن الحسين ده مرتب خدا رو حمد آقا رام محمد باقر علیه السلام قسم بدهیم الهی به محمد بن علی 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 به محمد بن علی
محمد بن علي بمحمد بن علي خدايا بحق يا امام صادق عليه السلام لا بروی حضرتش در این شب ما در این شب نوزدهم ماه رمضان قسمت میدهیم توفیق نماز اول وقت به همه ما کرامت بفرمایا الهی به جعفر ابن محمد بجعفر 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 ابن محمد خدایا به آن آقای مظلومی که به روایتی 7 سال به روایتی 14 سال در زندان‌های مختلف به سر برد شکنجه شد خدایا قسمت می‌دهیم زندانیان بی‌گناه از قید حبس رها بفرما لایی به موسی بن جعفر 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 علي
امام جواد پاره تن امام رضاست. هر کی امشب حاجت داره انشاءالله زیارت ابی عبدالله، زیارت مشهد مقدس انشاءالله نصیبش بگرده. خدا را به حق امام جواد پسندیدی. ده مرتبه به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، ده مرتبه به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد. علي بن محمد عليهم السلام. ده مرتبة بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، امشب ولی خدا حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف را در خانه خدا شفیع ببری. تمام شد دیگه تا شب 21 معلوم چی خبر میشه. هر کی امشب در خانه خدا حاجت داره میخواهد برگرده در راه مستقیم بمانه، امام زمان را در خانه خدا شفیع ببریم. ده مرتبه بالحجت، 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 جل الله تعالى فرجه الشريف. أما يجيب فرج امام زمان، اما یجیبون نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاجل الاکرم بدماء شهداء فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها. ده مرتبه یا الله، يا 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 خدایا شب قدر است. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اغزل وجن الشرعية دنيوية وأخروية ظاهرية وباطنية جزئية وكلية. حق محمد وآله خير البرية. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقبنا وعواقب الأمور المسلمين خيرا. خدايا
پروردگارا قلم عفو در جرائم همه ما درکش. خدایا گناهان ما را بریز، آبروی ما را مریز. خدایا با آبروی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در دنیا و آخرت ما را از زیر پرچم مولا الموحدین علی ابن ابی طالب جدای من مگردان. خدایا امداد گذشتگان زمین حقوق پدران و مادران این جمع غنیت رحمت بفرما، قرض مقروضین ادا فرما، سفر مسافرین اسلام بی خطر بگردان. خدایا شر طالبان و داعشیان را به خودشان برگردان. خدایا کشورهای مظلوم مقصد کشور مظلوم افغانستان را امنیت کامل عنایت بفرما. خدایا ملت مظلوم فلسطین را خودت نصرت عنایت بفرما. خدایا پروردگارا حق محمد و آل محمد قسمت میدیم شب قدر مکه مکرمه مدینه منوره اعتاب مقدس و مشهد الرضا را نصیب روزی همه ما بگردان. خدایا پروردگارا حق این شب قدر همه ما را ببخش و بیامرز، ثواب این منبر و وعظ و اعمال قرآن را بر اموات ما نثار بگردان. حق الحق و نبی المسلم الفاتحه مع الاخلاص والصلوات.